رئیس جمهور آمریکا بار دیگر حکومت آخوندی را حکومت شماره یک تروریستی در جهان نامید و گفت به توافق رسیدن با این رژیم دشوارتر شده، ولی اوضاع به هر سمتی برود من هیچ مشکلی ندارم. دونالد ترامپ که همراه نخست وزیر پاکستان به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت بنابراین بگذارید ببینم چه اتفاقی می‌افتد. ما برای بدترین شق ممکن آماده ایم، کما اینکه آماده ایم برای شکل دیگر. ما بسیار متعهد هستیم. آنها حکومت شماره یک ترور در دنیا هستند. Let's see what happens with Iran. We are ready for the absolute worst and we're ready for sense too. But we are very geared up and if they are really the number one state of terror in the world. دونالد ترامپ گفت رژیم ایران میگوید که آنها مذهبی هستند ولی خیلی دروغ میگویند. ما پهپاد آنها را با مکانیزم پیشرفته‌ای پایین کشیدیم. به جای اینکه بگویند آری پهپاد ساقط شده، گفتند نه، چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. در مورد دستگیری ماموران سیاه هم تماماً دروغ سرهم کردند. این یک پروپاگاند بود. ترامپ افزود من فکر می‌کنم رژیم ایران نمی‌داند که آنها در چه وضعیتی قرار گرفتند. در حال حاضر وضعیت آنها به هم ریخته است. به لحاظ اقتصادی مشکلات بسیار زیادی دارند. وضعیت مملکت در آشفتگی است. سراسر ایران شاهد تظاهرات است. نرخ تورم 75% است و آنها به عنوان یک حکومت خیلی ضعیف عمل می‌کنند. They have tremendous problems economically. Their country's in turmoil. They're having demonstrations all over Iran. Their inflation rate's at 75%. But I will say they are doing very poorly as a country. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت قراردادی که اوباما با این رژیم بست فاجعه بود. این قرارداد موشک‌های بالستیک را شامل نمی‌شد و آنها نمی‌توانستند سایت‌های مهم را بازدید کنند. اشتباهات زیادی وجود داشت. آنها 150 میلیارد دلار پول به رژیم ایران دادند که 1.8 میلیارد دلار آن نقد بود. یعنی چندین هواپیما مملو از پول نقد. یکی از بهترین کارهایی که کردیم خاتمه دادن به این قرارداد مسخره بود. ترامپ اضافه کرد راستش را بخواهید برای من بسیار سخت‌تر می‌شود که با رژیم ایران قراردادی ببندم، زیرا آنها رفتار خیلی بدی دارند و این وضعیت می‌تواند به هر سمتی برود. ولی به هر سمتی که برود من هیچ مشکلی ندارم.